کنیم من چند تا چارت دارم بهتون نشون بدم حرفای نسبتاً جدیدی داریم که بخوایم راجع به کوین بزنیم و بز همراه ما باشیم بریم ببینیم که اوضاع از چه قراره بسیار خب من از کوین بیس میخوام شروع کنم کوین بیس رو خب بعضی ها میشناسن بعضی از دوستان میشناسن یکی از صرافی های آنلاینه یه چیزی شبیه بایننس توی آمریکا هستش اگه اگه توی انگلیس انگلیسی هستش در اصل اما اتفاقی که افتاده اینه که کوین بیس داره پابلیک میشه توی بازار بورس آمریکا توی نزدک میخواد پابلیک بشه و در واقع عرضه عمومی بشه گفتم دیروز راجبی صحبت کردیم یکی از بزرگترین عرضه عمومی های در واقع تاریخ نزدک هستش اما در واقع این تایتل جالبی که اینجا داشتین سرتیت جالبی که اینجا دیدیم این بود که کوین بیس میخواد کمک کنه به کمپانی ها که جا در جای های تسلا بذارن در ورود به بیت کوین ما در مورد ماکرو استراتژی صحبت کرده بودیم که اصطلاحا یک پلی بوکی به ایلان ماسک داد توی توییتر توی توی این صحبت رو با هم کردن مایکل سیلر و ایلان ماسک که در واقع چطور کمپانی ها میتونن پولشون رو بیارن توی بیت کوین چطور میتونن بیت کوین رو بیارن توی بالانس شیتشون و الان کوین بیس اعلام کرده که در واقع این کار رو میخواد در سهولت ببخشه و کمک بکنه به این داستان و چند تا نمودار دیگه هم دارم بهتون نشون بدم این نمودار معروف رو یادتون هست من باز عکس خودم از این سه هست کنم که ببینید این نمودار رو یادتون هست نموداری است که خیلی وقت داریم دنبالش می کنیم من هر روز آپدیت شده شو براتون میارم آیا یه کمی سعی میکنم زوم کنم ببینیم که اینجا چه اتفاقی داره میفته اولا خطا رو یه توضیح بدم خط سبز رنگ بعد از هالوینگ هالوینگ سال 2016 هستش خط بنفش رنگ بعد از هالوینگ سال 2012 و خط آبی رنگ جایی که الان هستیم خط زرد رو فراموش کنیم که الان میبینیم بین در واقع دو تا سایکل 2012 و 2016 هستیم به تازگی 50 هزار رو شکستیم تا دم 60 رفتیم و در حال برگشت هستیم دقت کنید این پول بکی که الان اینجا اتفاق افتاده این پول بکی که الان داریم میبینیم آه 25 درصد واقعا چیزی نیست واقعا خیلی خیلی کوچیکه که نسبت به چیزهایی که میتونه اتفاق بیفته کاملا آماده بودیم براش و آماده هستیم اگر آماده نبودید دوستان اگر که دارین صدمه میبینین اگر که مارجین کال میخورین اگر که لیکوید دارین میشین توی این پول بک ها یعنی نمیدونین دارین چیکار میکنین با لورج ترید نکنید زیاد خرید و فروش نکنید بدونید دارین چیکار میکنین برین پلیلیست فاندامنتال بیت کوین ما رو ببینید ما از 6 ماه قبل راجع به این روزها صحبت کرده بودیم از 6 ماه قبل گفته بودیم که روزی که بیت کوین 50000 دلار برسه باید آماده چی باشیم باید چی کار بکنیم و باید چی کار نکنیم حرفا هم همشون به قوت خودش باقی است واقعا چیزی برای اضافه کردن بهشون ندارم و دوباره ویدیو میساختم. همون ویدیوهای 6 ماه پیش واقعا با ارزش از با ارزش ویدیوهایی هستن که میتونید ببینید بسیار خوب یه چارت دیگر میخوام نشونتون بدم در بیت کوین این از کوین بیس از کوین بیس این رو در واقع اعلام کرده و واقعا جالب هست این نمودار در واقع چی رو داره نشون میده نمودار ستونی حجم معاملات رو داره نشون میده از سه ماهه اول 2018 تا سه آخر 2020 که خب بر حسب بیلیون دلار هست میبینیم در سه آخر 2020 به 89 میلیارد دلار در واقع رسیده و رنگ خط قرمز رنگ درصد ریتیل هستش درصد در واقع سرمایه گذاران حقیقی یعنی من و شما هست که میبینیم رو به کاهشه این اگر شما رو بولیش نمیکنه توی بیت کوین پس چی قراره بکنه بسیار مواظب باشین این هم مهمترین چارت بیت کوین اگر یک چارت رو بخواید در بیت کوین ببینین رو به خاطر بسپارین همین چارت هست خط آبی رنگ تعداد بیت کوین ها رو نشون میده تعداد کل بیت کوین ها رو نشون میده و خط زرد رنگ خط نارنجی رنگ در واقع ریت اینفلیشن ریت در واقع تورمی بیت کوین رو نشون میده دقت کنید که ریت تورمی بیت کوین کم و کمتر میشه با نصف شدن جایزه ای که در واقع ماینرها ها میگیرن دوباره بریم به اولین ویدیو پیج پیج اینستاگرام به طور خاص و میتونید اونجا در مورد هالوینگ ببینید که چی هست چرا اتفاق میفته و یه کمی در مورد فاندامنتال هاش بدونید در حال مهمترین در واقع چارت بیت کوین هست الان حدود 19 میلیون بیت کوین تولید شده ماکسیمم 21 میلیون بیت کوین در دنیا خواهیم داشت و این یکی از دلایل اصلی افزایش ارزش بیت کوین خواهد بود من دوباره یه نگاه سریع به سوالات میندازم تا جایی که بشه جواب میدم ماکرو استراتژی ماکرو استراتژی خب دقیقا یه کاری کردش که در واقع اول اینو بگم ماکرو استراتژی شرکت تکنولوژیکیه و برنامه مدیریتی میسازه کارش اونه اما خرید های بزرگی توی بیت کوین کرد و کار مهم که کرد این بود که در واقع آشنایی داد بقیه سی او ها بقیه در واقع شرکت ها رو برای اینکه بتونن بیان و پا در در واقع داستان بیت کوین بذارن بیت کوین رو بیارن توی بالانس و خب این یک حرکت خیلی بزرگ بود مایکل سیلر خیلی وقت پیش بیت رو خرید الان هم دوباره یک بیلیون دلار دیگه اگه اشتباه نکنم میلیارد دلار بیت کوین اضافه کرد یکی از بازیگران بزرگ در واقع بیت کوین هست من یه رو ازش چند دقیقه گذاشتم چند روز پیش از مایک سیلر در مورد بیت کوین صحبت میکرد و اون صحبتی که در مورد فاند های مثلا بیت کوین کردن در مورد گری سکیل که اینا توی بیزینس شون اصلا فروش بیت کوین ندارن اینا بیت کوین میخرن شیر تولید میکنن سهام تولید میکنن و این سهام ها میچرخه هیچ جایی فروخته نمیشه بریم ویدیوهای قدیمی نگاه کنید احتمالا اطلاعات بیشتری اونجا باشه اصلاح چقدر دیگه طول میکشه اصلاح همونطور که در سایکل های قبل هر چیزی بین یک ماه تا یک هفته تا یک ماه و حتی دو ماه ممکنه طول بکشه اصلا عجیب نیست طلا کف کانال هفتگیشه بله بهش میرسیم نظرتون برای ورود به استاک نیویورک رو الان میگین بهش میرسیم بهش میرسیم برای ارز دیجیتال بایننس با بهتر یا کوین واقعا فرق نمی کنند. تا وقتی شما و پابلیک کی و پرایوت کی خودتون رو نگه میدارین کوین ها مال شما هستن خیلی مهم نیست که از کجا در نگه میدارین با چه مکانیزمی انقدر طلا مصنوعی پایین نگه میدارن طلا بسیار دستکاری میشه یک سری بانک توی دنیا هستن بانک های بولین کارشون نگهداری طلا و به راحتی در واقع میتونن دستکاری کنن قیمت طلا رو قیمت این قیمت طلایی که داریم قیمت فیوچر های طلا یا اسپات طلا قیمت طلای فیزیکی میتونه متفاوت باشه به نظر من برای سرمایه گذاران برای کسانی که میخوان طلا استک کنن طلای فیزیکی مخصوصا اگه میخوایم بخرین بسیار بسیار فرصت خوبیه Uh, سلام روز شما بخیر تحلیل آلت کوین پولس رو بذاریم به آلت کوین ها میرسیم اگر فرصتی باشه طلا داره کف خودش رو برای صعود قوی آماده میکنه دوشنبه جاکر میکنه من کاملا با شما موافق هستم آقای امیر احتمام بسیار بسیار درست بسیار عالی خب من یه نگاه خیلی سریع به تکنیکال بیت کوین هم بندازیم uh, نگاه خیلی سریع به تکنیکال بیت کوین هم بندازیم اولا که بیت کوین 24, 24 و نیم درصد پول بک زد بسیار بسیار رالی بسیار طبق نقشه من اینجا فیبوناچی رو کشیدم از نقطه شروعش به بالا خیلی دوست ندارم علاقه به فیبوناچی ندارم ولی خب میتونیم ببینیم که الان روی 50 درصدش در واقع ساپورت داریم میبینیم واقعا نیازی به این نیست خودمون ساپورت و رزیستنس هایی که در می آوردیم هم کافی هست من اینجا یه خطی کشیده بودم این خط روند به سمت پایین رو کشیده بودم و اینجا شکست رو دیدیم بازگشت برای تست و الان ادامه حرکت اگر این مقاومت 48 دیویز شکسته بشه به سمت بالا میتونیم آماده لگ بعدی روی بیت کوین باشیم و سر زدنی حداقل به آلت هایی که اخیرا تشکیل شده توی تایم فریم هفتگی یکی از دوستانمون در واقع اشاره کردن به اینکه دایورجنس داریم میبینیم واگرایی داریم میبینیم توی بیت کوین این روند به سمت بالاست این روند به سمت پایینه کاملا درست هست اما چیزی که من دارم میگم حرف من اینه که در واقع این دایورجنس کار خودش رو کرده این این واگرایی یه پول بک 25 درصدی به ما داده به کار بزرگی هست دقت تو تایم فریم 800 تایم فریم های کوچیکتر حتی به سیگنال اوورسولد هم رسیدیم توی RSI پس این هم از نگاه به RSI دوباره یک دیگه دوستامون مثلا من عکس خودشون رو بیارم این تحلیل رو برای ما فرستاده بودن و در واقع پیش کرده بودن که ادامه حرکت به سمت بالا خواهیم داشت بله به نظر درست میاد چرا که نه تو تایم فریم دو ساعته و های کنشی دارن نگاه میکنن شما میتونید های کنشی نگاه کنید اگر نمیدونید چیه منتظر باشین به زودی یک ویدیویی در این مورد هم خواهیم داشت میبینیم که دقیقا همون خط روند ما رو نگاه میکنه چارت یکسان تحلیل های متفاوت نتایج یکسان رو داریم در بیت کوین میبینیم بسیار عالی خب میخوام بریم سراغ قسمت بعدیمون قسمت تحلیل تکنیکال بازارهای در واقع کلاسیکمون